این هفته دفاع مقدس رو یادآور حماسه‌های بزرگ همه ارتشیان، سپاهیان، همه ملت ما هست. به شما تبریک میگم، به همه ملت عزیزمون. نیرو دریایی در زمان دفاع مقدس، اگر مرحله مرحله بخوایم بریم جلو، در واقع سه بعد: زمین، هوا و دریا درگیر بودش. نه من، بلکه همه پرسنل نیرو دریایی بین اعتقاد دارن که واقعا اگر جز این بود ما اینجا نبودیم. برگ زرین نیرو دریایی در 8 سال دفاع مقدس، همونجور که ملت عزیز ما 100% مستحضر هستن، عملیات مرواری در 7 آذر سال 1359 بود. نیروی بود که در 3 ماهه اول آغاز جنگ کار جنگ رو در دریا یکسره کرد، یعنی با ماموریت و عملیاتی که تحت عنوان عملیات مرواری در 7 آذر 1359 انجام داد، بیش از 75% از توان رزمی نیروی دریایی عراق رو در دریا مزمحل کرد و تا پایان جنگ نیروی دریایی عراق جرأت حضور در خلیج همیشه فارس رو پیدا نکرد. دریایی ماموریتش حفاظت و حراست از آب‌های سرزمینی، آب‌های دریای عمان و دریای خزر هست. که یکی از کشتی‌ها که نمیتونست از دیگه رودخانه اروند، یعنی از کارون خارج بشه و در مسیر اروند قرار بگیره و از رودخانه اروند خارج بشه، این هم بین دو تا پل جدید و قدیم اینجا قرار داشت و گهگاهی مناطق نیروهای بعث رو زیر آتش قرار می‌گرفت که خوب کار کرد. انصافاً یکی از کشتی‌هایی بود که از نظر دفاعی عالی کار کرد. در بعد زمین شما خدمتتون عرض کنم، در واقع که شاید کمتر کسی در واقع بدون این مسئله رو، چیزی حدود 35 روز واقعاً دفاع جانانه تفنگداران نیرو دریایی یا به عبارت کلاه سبزها از خرمشهر عزیز بود. اگر میبینید ما الان در اینجا قرار داریم که میتونیم به راحتی و بدون هیچ مشکلی حرفمون رو بزنیم در جهان، به راحتی بتونیم اون چیزی رو که حقمون هست بخوایم، بطلبیم و حفظش بکنیم، مطمئن باشید جز این نیست. یعنی نیروهای نظامی ما در کشور ما تحت یک فرمان هستن، اونم فرمان مقام معظم رهبری. دشمنان ما در 8 سال دفاع مقدس قطعا از نظامی ضربه به این ملت بزنن، تمام دنیا به تمام دنیا این مسئله ثابت شد. که بعد 25 سال انتظار فرستادن دنبالمو بیه ببره تو مشهد. رفتم اونجا، وارد که شدیم تو ناخدا اما اونجا گفتن که شما دیگه امید ندارید چون بچهاتون همه رفته از بین، تو دریا رفته، ناوچه مهران و ناوچه تیران زدن همه رفتن، نه جنازه داشتیم نه چیزی. بعد 25 سال اومدیم تو خاکستون اینجا یه قبری گذاشتیم و هیچی هم نیاوردن برامون، فقط یه تابلوی به ما دادن، مراسم گرفتیم براش، دیگه امیدمون هم همه جور قطع شد. ما مدیون خون شهدا هستیم. اگر اینها، این فداکاری و ایثارگری های این عزیزان نبود، مطمئن باش ما ملا اینجا نبودیم، مطمئن باشید. خیلی هم خوشحالم، فقط وقتی میشینم تنهایی باش حرف میزنم،
پاش صلوات براش میفرستم. دیگه اینا غیر از اینا دیگه چاره ندارم. هنوز میگم شکر خدا که رفت به ایران. اولی که میرم بیرون فاتحه براش میخونم. تو عکسشم. چون هیچی ندارم. بعد فاتحه میخونم. آتش میخونم میرم بیرون. به دلگرمی اینم اینجایم. وقتای شبا جمعه میرم سر خاکش. در خطه عزیز خلیج همیشه فارس داریم. به طب پاس داری از این در واقع مقدار مرز دریا کار بسیار سختی است. با نام و یاد خدا قصد میکنیم با عمق 3.2 متر افسر نافر. عمق 3.2 متر رو روی اتودپس ببندید. افسر برق موتور اقتصادی رو جهت تحرک آماده کنید. از طریق سامانه پریسکوپ اطراف رو تحت کنترل داشته باشید. بله. قصد میکنیم. فرمانده دوم گزارش وضعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. افسر نوبر وضعیت ما در منطقه چگونه است؟ بله، یگان در موقعیت مورد نظر قرار داره. عمق زیر پا 10 متر، راه 37، سرعت ثابت، درصد هوای فشرده 100%، درصد اکسیژن مصرفی 100%. یگان آماده جهت غسل. بسیار خوب. خدا سوم عرشه، حسین حریری هستم، فرمانده زیردریایی قدیر 942. نام خدا، نام علیکم، عرشه حسینی سلطانی هستم، فرمانده عموم زیردریای جمهوری اسلامی قدیر 942. با نام و یاد خدا، عبدالله هاشمی مقدم، ناوان یکم الکترونیک و برق، افسر برق زیردریایی قدیر 942. بسم الله الرحمن الرحیم، ناوان یکم مهندسی مکانی، جواد رحیمی جعفری هستم، افسر خصوصی زیردریای قدیر 942. نفراتمون شاید در ماه حدود 15 الی 20 روز در دریا هستن یا در ماموریت‌های مختلف، نگهبانی‌ها. من میخوام عرض کنم که اگر امروز دریادلان نیروی دریایی با اقتدار و با خاطر جمعی در دریا حضور دارن، این مرهون فداکاری کسانی است که شاید در صحنه‌ها دیده نشن به طور عیان و واضح. و همیشه گفتم پشت سر مردان موفق زنان ایثارگر وجود داشته و داره. در دو خانواده از نظامیان من به جرئت باید بگم شاید این عزیزان پا رو فراتر از این باید بذارن. یعنی بسیار وظایفشون بسیار سنگین هستش. از این جهت که حالا نظامیان ما اکثرا در ماموریت به سر برن، حالا چه در هوا، زمین و در دریا. حالا بحث دریاش من خدمتتون بخوام عرض کنم، چیزی حدود مثلا شاید یک نظامی دریا نبرد حدودش 15 روز تا یک ماه مجبور هست چه پاسداری از آبها و حریم دریایی کشور پردازه. خب بالطبع در منزل حضور نداره. تمام مشکلات و مسئولیت ها بر دوش همسر این نظامی هست، از امور جاری منزل در واقع، پرورش فرزندان و دیگر مسائل. نگرانی هایی که این عزیزان در رابطه با همسرانشون دارن که در دریا هستن، در هوای رو زمین فرقی نمی کنه. حالا درنوردی خب یک ماهیت خطرناکی داره، کار بسیار خطرناکی است. همیشه یک دلنگرانی واسه خانواده ها هستن، چه همسر چه فرزند، که الان خب حالا به چه ترتیب چه اتفاق افتاده و به گونه ای هم ارتباط در واقع قطعه. من یه تشکر ویژه دارم هم همسر عزیزم که واقعا میگه ما رو تحمل کردن و تا حالا هم نتونستم جبران بکنم. مأموریت بله، ابتدای ورودم به بندر عباس برای یگانهای شناور مدام در حال اجرای مأموریت بودیم. موقعی هم که ازدواج کردم باز همینجور ادامه داشت و هیچ وقت به کامل در کنار همسرمون نبودن و واقعا جای تشکر داره و هیچ وقت هم گله من نبودن.
و من ازشون واقعا عذر میخوام که تا حالا نتونستم جبران بکنم. حالا بیشترین مأموریت ما شاید 45 روز طول کشیده بود و کمترینش بین 7 تا 10 روز بود. ولی در زمان جنگ من سراغ دارم از همقطارانم که الان بازنشسته شدن و تعداد محدودی هم هستن، اینها حتی یک سال خانواده‌شون رو ندیدن. در واقع پشت سر هر مرد موفقی یک همسر فداکاری وجود داره. یه دونه برعکس شنیدین، اول اونو میگم ولی غلطه، اینی که میگم غلطه. میگم پشت سر هر مرد موفقی یه زنی وایساده که نتونسته جلوشو بگیره. ولی آره این شوخی بود، ولی حقیقتش همینه، غیر ممکنه. نمیشه یه نفر فقط تو یه صحنه موفق باشه، یا آدم موفقه، تو خانواده‌اش هم موفقه، تو کارش هم موفقه و اون حتما پشتیبانی میکنه که اینجا موفق باشه. خیلی استثناء باید باشه کسی که تو کارش موفق باشه تو زندگی خانواده‌اش موفق نباشه. در قالب خدمتتون عرض کنم که دریا و هوا، خب از طریق هلیکوپترهای نیروی دریایی و هواناب‌ها پشتیبانی‌های انجام می‌شود. پشتیبانی اقتصادی از مملکت که این قسمتش رو من به این گونه تعبیر میکنم، اسکورت نفتکش ها و کاروان کشتی های تجاری بود که بسیار بسیار برای دولت حائز اهمیت بود. ما صادرات گوجه فرنگی رو از خرمشهر آبادان به سراسر کشور داشتیم. لنج ها و موتور لنج هایی که توی آبادان خرمشهر کار میکردن اقتصاد منطقه رو دگرگون کرده بودن. صدور نفت از جزیره و ترمینال نفتی خارک به خارج از کشور و همچنین کشتی های تجارتی که واردات ما داشتیم به جهت در واقع خب مسائل معیشتی مردم، با توجه به اینکه خرمشهر یکی از بنادر بزرگ ایران بود و از نظر اقتصادی بارگیری تخلیه و ورود کالا و خروج حرف اول در کشور میزد، 14 اسکله بزرگ داشت که کشتی های از 10,000 تن به بالا وارد این بندر میشد تا 50 تا 60,000 تن و غیر از این 14 اسکله که 14 کشتی رو در خودش جا میداد، معمولاً 14 کشتی دوبلینگ به اصطلاح اون روز روی این کشتی‌ها کشتی‌های دیگه پهلو می‌گرفت. در طول 8 سال دفاع مقدس خطوط مواصلاتی ما به طور کامل باز بود، جریان نفت برقرار بود و تمامی ماهیتاج و نیازمندی‌های کشورمون از طریق بنادر تأمین شد و این افتخار نیروی دریایی بود که در طول جنگ این چنین مقتدرانه جنگ رو مدیریت و هدایت کرد. کارخانجات نیروی دریایی در اسفند 1355 با 800 نفر کارکنان ایرانی و حدود 500 نفر مستشار خارجی آغاز به کار کرد. این مجموعه تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مسئولیت
تعویض قطعات رو به عهده داشت، یعنی در صورت بروز اشکال در تجهیزات فنی یگانهای شناور صرفا مجموعه تعمیراتی دستگاه رو باز و به کشور سازنده ارسال و پس از تعمیر دریافت و بر روی یگان نصب می‌کردن. ولی با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی که حقیقتا برکت بود برای نیروهای مسلح، نگاه و روند کاری مجموعه تعمیراتی در نیروی دریایی عوض شد، به این ترتیب که کلیه تجهیزات به دست توانمندان دریادل نیروی دریایی باز تعمیر و بر روی یگانهای شناور نصب گردید. به شکر خدا کارخانجات بندر عباس احتمالاً شنیدی و در رسانه ها گفته شده، ساخت ناوشکن موج که یکی از ناوشکن های در نوع خودش پیشرفته و پرقدرتی است که در آینده نزدیک تجهیزاتش که کامل شد با آب انداخته خواهد شد. علاوه بر انجام تعمیرات، کارخانجات نیروی دریایی با پشتیبانی فرماندهی فنی، با پشتیبانی مرکز تحقیقات و معاونت جهاد خودکفایی نداجا در زمینه ساخت یگانهای شناور هم وارد کار شده و افتخار داریم که به ملت عزیزمون اعلام کنیم در آینده بسیار نزدیک اولین ناوشکن سنگینمون رو انشالله تحویل نیروی دریایی خواهیم داد. و از جمله افتخارات ما این است که این ناوشکن به تجهیزات مدرن و روز دنیا تجهیز شده و قابلیت برابری با جدیدترین ناوشکن‌های ساخت کشورهای غربی و شرقی رو داره. شروع جنگ تحمیلی، مجموعه فنی نیروی دریایی توجه خاصی رو نسبت به ساخت قطعات، خصوصا با توجه به تحریم‌های شدیدی که استکبار جهانی برای نیروهای مسلح و خصوصا نداجا به عهده گرفته بود و انجام میداد، مجبور شدیم که به طور بسیار جدی و فعال در زمینه ساخت قطعات وارد بشیم و امروز این افتخار رو داریم که بیش از 90% از قطعات پیچیده یگانهای شناور اهم از سطحی و زیر سطحی رو به دست توانمندان خودمون قابلیت ساختش رو داریم. به شکر خدا و فضل الهی من به نظرم در نقطه و در حد بسیار خوبی هستیم. به خودکفایی خیلی خوبی رسید نیرو دریایی نسبت به زمان سال 55-56 که خیلی کم، یعنی خودکفایی خیلی کم بود، قطعات فقط قطعه عوض میکردن. اون زمان قطعه نوآوری نبود، یعنی شکوفایی نبود، ایده ها رو نمیذاشن ایده بیرون بیاد، ولی شکر خدا الان ایده ها بیرون میاد و از همون ایده ها کمک میگیرن و یه چیز نو، یه چیز تازه میسازن. خدا رو شکر ما الان از نظر موشکی، از نظر سلاح، از نظر شناورهامون واقعا به حدی رسیدیم که دیگه نیازی به کشورهای دیگه نداریم. تا حدودی البته نمیشه، هیچ کشوری واقعا این نیست که بخواد بگه ما کاملا خودکفا شدیم، ولی پیشرفت ما اصلا شگفت انگیز بوده. ما تو هر مانور یک مسئله رو، یک به قول معروف اختراع، یک دستاورد جوانان خودمون رو داریم رو میکنیم و جهان شگفت زده است. الان در 5 رشته، رشته عرش، کمیسر دریایی، افسر مخابرات و الکترونیک، افسر مهندس مکانیک و رشته تکاوری در حال آموزش است و تامین نیاز نیروی انسانی رو داره تامین میکنه. در بخش درجه داری در پایگاه دریایی رشت در حال آموزش هستند و در رشته تکاوری در پایگاه منجی در حال آموزش هستند که در بعد تامین نیروی انسانی دریایی در حال تلاش هستند و اینها مرتباً در حال کمودهای نیروی انسانی رو دارن برطرف میکنن و هیچ وابستگی به
خارج از ایران رو ما نداریم و ابتدای صحبت من گفتم خدمتون از نظر تأمین قطعات بی نیاز هستیم و تمام قطعاتی که ما نیاز داریم در داخل داریم ساخته و تولید میکنیم از نظر مهماتی به همین شکل و از نظر حتی سامانهای موشکی نیز که در بندر عباس داره کار میشه برای یگانهای شناور در حال بهینه‌سازی و ارتقای سطح تجهیزات هستیم که به فناوری روز خودمون رو نزدیک بکنیم. ملت ما به ارتش خودشون ببالن، به نیروهای مسلح خودشون ببالن، افتخار بکنند که نیروهای مسلح از هیچ تلاشی، از هیچ کوششی، از هیچ فعالیتی دریغ نخواهند کرد. مطمئن باشند و با خیال آسوده که ما بیدار هستیم و در مرزهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، در آبهای سرزمینی کشورمون کاملا هوشیار و بیدار هستیم و اجازه هیچ گونه تعرضی رو به هیچ دشمنی نخواهیم داد. حضور نیروی قدرتمند مطمئن باشید یک امنیت کامل رو در جامعه یا هر کشوری به وجود میاره. توکلمون به خدا هست و امیدمون به ملت، ملتی که پشتوانه ما هستن، پشتوانه ما نیروهای نظامی و ما انشالله که بتونیم، من خودم شخصا میگم سرباز وظیفه شناسی باشم برای آقا امام زمان، فرمانده کل قوا، مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران. این اطمینان خدمت شما و ملت عزیز کشورمون بدم که اگر کشوری متجاوز گوش چشم کوچکی خاک عزیز ما و نظام مقدس داشته باشه، ضربه بسیار مهلکی خواهد خوردش. این اطمینان من به جرأت خدمت رو عرض می‌کنم که ما تمام اندیشه داریم و در رزمایشاتی که انجام میشه کاملا دشمن ما رو زیر نظر داره و میدونه چه خبر هستش. اگر تا الان الحمدلله رب العالمین حماقتی نکرده، اینها همش به خاطر اینه که کاملا میدونه در ایران نیروهای مسلح چی میگذره، تمام مندی ما رو میدونه و جرأت این کار رو پیدا نکرده. نیروهای مسلح ما و به خصوص دریادلان پر افتخار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل و با هوشیاری کامل، امروز ما این افتخار رو داریم که در پهنه خلیج همیشه فارس و دریای عمان امروز مأموریت نیروی دریایی توسعه یافته و تا اعماق دریای عمان یگانهای پر افتخار نیروی دریایی مشغول حراست و دیدبانی از عملکرد نیروهای فرامنطقه‌ای هستند و امروز ما به جرأت میتونم عرض کنم که کوچکترین فعالیت‌های دشمن رو زیر ذره‌بین خود داریم، اونها رو تجزیه تحلیل می‌کنیم و آمادگی داریم که در صورت خدای ناکرده حرکت ناشیانه اونها درس بزرگی رو به اونها بدیم. جا دارد که ما یک بار دیگر این خاطرات را بدانیم و میدانیم که دشمن تنها به وسیله همین یاداوری است که این تذکرات را دریافت میکند، میداند که اگر بخواهد دوباره اشتباهی بکند همین صحنه ها، همین حماسه ها و همین قدرتمندی ها به نحو بیشتر و قدرتمندانه تکرار خواهد شد. We'll be right back.